سلامیری، من بسیار متاسف میشم وقتی که میبینم خب واقعا چرا باید همه عزیزان مسیحی نشن. ببینید شبکه هایش مثل شبکه شما همش خودتون با هم دعوا دارید، اما شما شبکه های مسیحی این همه با هم دوست خوب برادر خواهر، من فکر میکنم شما باید ادعای انسانیت رو میکنید ولی توی عمل واقعا انسانیتی نمیبینیم. خدا حافظ شما. دیگه ما این حرفای شما یعنی چی؟ ما اختلافات بین مسیحی ها خیلی شدیده، بین یهود و نصارا اختلافاتشان خیلی شدیده. حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه را ما بنده خدا میدانیم، پیغمبر خدا میدانیم. همین یهودی ها حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه را چی میدانند؟ به من بگو. ها؟ به من بگو چی میدانند؟ اصلا کلامش گفتنی نیست. گفتنی نیست کلامش را. شما میگید که بین اینا اختلاف نیست. اختلاف چطور جد نیست؟ بین اینا اختلافاتشون خیلی شدیده. حالا در شبکه‌های خود اونا صحبت میکنن یا نمیکنن من نمیدانم، شبکه‌های اونا را نگاه نمیکنم، اما اختلافات بین اونا خیلی شدیده. اینقدر که مسیحا هم دیگر را کشته در این 2000 تاریخ چرچ تا مسیحیت حدود 300 سال میشه کلیسا حکمرانی را بر مردم از دست داده در اروپا، به خاطر اینکه مردم دیدن که اصلا با این کلیسا نمیشه زندگی بکنه. کلیسا پوپ خودش میگفت که ازدواج نمیکنین، میرسین در واتیکان همش اونجا چنان دو طبقه، یکی مردها هستن یکی زنها کشیش های اینا، میگن ما ازدواج نمیکنیم. بعد اینا همه کار اینا چیه؟ میرن پشت سر به این پسخانه کلیسا من همش زنا میکنن. اون واتیکان اگر میرفته پر بود از زنا زدن، بچه های پوپ رو میرفتن دفن میکردن در زیر. یک کسی بود ما اینجا خیلی گفت پدر بزرگ من در خانواده های مسیحی زندگی میکرد، از خانواده مسیحی اصیل ایتالیا بود. این بعد خدا من میشناختم، این در همین امریکا بود، آشنای من بود. داستان پدر بزرگ خود را میکرد، میگم در ایتالیا از خانواده های خیلی مذهبی بود. بعد این خانوادهش خیلی دوست داشت که هم کشیش بشه، از کودکی را آورده بودن آلتر بوی بهش میگن در امریکا، آورده بودن در ایتالیا که این آلتر بوی بشه، مثلا اونجا بچه های که خوشگلی باشن در چرچ کاتولیک او را میبرن آلتر بوی میسازن. بعد اونجا هم اسکندل های خیلی زیاده که با اون بچه های ما چیکار میکنن دیگه، اونا اصلا قابل گفتن نیست و کثافتش حالا برآمده که چقدر در امریکا در برابر چرچ حالا اقدامات قانونی میشه و کلیساها مورد اقدامات قانونی قرار میگیره، به خاطر اینا که کلیسا با بچهای کوچیک چی کارای انجام داده، کارای زشت و بد و منافی اتفاق. حالا کل حال اینا آورده بود اونجا و گفت ما دو تا پسر بودیم که در اون کلیسا با هم خلاصه رفیق بودیم، بازی میکردیم. در پایین اونجا شراب بود، چون اینها کاتولیک ها در روز یکشنبه شراب هم میخورن در چرچ، اونجا میرن یک کمی شراب میخورن یک کمی نان میخورن، میگن شراب خون حضرت مسیح به این عقیده. حالا شراب چطور خون حضرت مسیح شد دیگه، حالا از اینا بپرس. اینا که شما میرین روز یکشنبه میرن کاتولیک ها با پروتستان ها اینا یک کمی رسمی میشن فرق میکنن. بله میرفتن اونجا شراب میخورن، میگن خون حضرت مسیح، خون خدا رو میخورن. خون خودم شراب، ولی شراب خودم باید خیلی مست باشه که خون اون اصلا شراب. گفت اونجا بشکه های شراب گذاشته بود و رفتم نگاه کردم اون پایین، مثلا ما اجازه نداشتیم اینجا بریم، اما ما برای شوخی و اینا رفته بودیم پایین، دیدیم که اینجا همش دست دادیم، دیدیم که تا اون تاریکی بود و اینا زیر چر در اون پایین خانه کلیسا دفن کرد بچه های کوچیک دفن شده بود همه کش، یک نوزاد، دو نوزاد، سه نوزاد، ده نوزاد. یافتیم اینا را، اینا چیه اینجا دفن کرد. همش فهمیدیم که بابا این کشیش ها با این نن میگن در زمان انگلیسی با این راهبه ها اینا با هم زنا میکنن، اینا حامله میشن اونجا میان دفنش میکنن اینا دفن. این معروفه در تاریخ کلیسا که تمام کلیسا ها پر بود از این حرامزاده ها که اینها کشیش ها میامدن با اون راهبه ها این فعل بد رو انجام میدادن، بعد اینها حامله میشن بعد بچه ها اونجا زنده دفن میکنن. این تاریخ دین شما هست، شما به ما نگید که ما اینجا اینا مسجله، اینا تاریخ پره، یعنی تاریخ چرچ اینا 2000 سال پر از اینه که شما بچهای کوچیک آوردین به زیر خانه کلیسا دفن کردین. دیگه شما به ما نگید که ما انسانیت خبری نیست، شما به ما یاد ندید. شبکه اهل بیت علیه